اینو باید چیکارش کنم؟ بالاخره داد خرج رو میده. دوست و رفیقام از بین رفتن. فاسد کارایی میکنیم که در شأن خانواده نیست. مثال تتلو آدم خوبیه، منم صداش خیلی دوست دارم، ولی خب با خانواده یه سری محدودیت ها هستش دیگه. آها، اون مهمونی چی باشه؟ مؤنث باشه، مذکر باشه؟ پدر مادر مثلا تو اون دوران قدیم هنوز مونده، دارن به همون عقیده قبلشون زندگیشون رو سپری میکنن. زیاد اهل تفریح نیستم، ولی هر از گاهی با دوستام شاید بیرون برم. پارک‌های مختلف، اسکیت سواری میکنم. اگه با دوستا باشه، خب جایی که متناسب با دوستاست کافه میرم، باغ میرم، پارک میرم. اگه با خانواده باشه مهمونیه. کسی گفته باشه بیا بریم با هم بیرون، یا رفیقی گفته باشه. با بعضی از دوستام کافه گیم نت میرم. سانس میگیریم، با رفیقا بازی میکنیم. بیشتر جاها مثلا میریم پارکی جایی میشینیم. اینو باید چیکارش کنم؟ اینا رو الان باید بندازم داخل این استوانه. بله، خب شمال. شمال رو فقط با فامیل، اونم دخترمو. نه، دوست و رفیق گندکاری با تو میاره نمیشه. من بیاد علاقه به گندکاری ندارم. مامان بابا کارهایی که با خانواده نمیشه انجام داد و با دوستان میشه انجام داد، برای همین ترجیح میدم با دوستان برم شمال. شمال رو معمولا با خانواده حال میکنم، مامان و بابا. پارک دوست و رفیق. پارک همون دوست دارم و دوست و رفیق هم برم، چون با اونا راحت ترم. هر کاری که دوست داشته باشم معمولا میتونم انجام بدم. عدی سینما. سینما، دوست رفیق، خانواده. با مامان بابا بیشتر بهم حال میده. با دوستم نه، چون میرم اونجا یه خورده شیطونی میکنن، نمیشه فیلم بفهمی. سینما رو ترجیح میدم با پدر و مادرم برم. خودشون که وقت نمیکنن، ولی اگه اوکی باشه قطعا مامان بابا میرم. بعدی دور دور ترجیح میدم با دوست رفیقم برم. اینم خیلی دوست دارم دور دور با رفیقام باشم، چون با رفیقام یه خوشگذرونیایی که داریم، نه با خانواده داریم نه با فامیل، یا تو تنهایی خودم این خوشگذرونیو ندارم. دور دور اکثرا با دوست رفیق، آدم تنهایی روش نمیشه هر حرفی بزنه. بالاخره داد خرجو میده. آره، اونجوری بخوایم حساب کنیم منطقی تر حساب میشه با خانواده. اینم فکر خیلی خوبیه. مهمونی بعدیش بستگی داره چیزی مهمونی باشه. آها، اون مهمونی. آها، هر جوری که من میدونم. حالا بستگی داره دیگه به جمع مهمونی چی باشه، مؤنث باشه، مذکر باشه، تا چه حد دستمون باز باشه. خب قطعا با دوست پسرم. خب با دوستان بیشتر خوش میگذره، خودمونی تریم. خب کافه تنها میرم. کافه تنها خوبه، با فامیل که اصلا فکر نکنم، با دوست رفیق. مکانی نیست که با خانواده به شرف بتن، شرایطش اینطوری نیست. به نظر من جاییه که آدم بتونه تنهایی فکر کنه به آینده، گذشته و حالش. کنسرت و اونم با دوست رفیق میرم، چون کنسرت کارایی میکنیم که در شأن خانواده نیست. اگه من زمانی که با خانواده برم نمیتونم با آهنگ همخوانی کنم، چون یه خورده معذبه دیگه جلو خانواده، ولی با دوست و رفیق نه. دوست و رفیق با پایه باشن مثلا بیشتر بهم حال میده، چون یه چیزیه که خاطره میشه. خاطرم باز بهتره با دوست و رفیق باشه. همش جوابش یکیه، چون خوش میگذره جا نمیشه. خب نه، الان قراره این تیکه‌هاش باشه، میشه نباشه. ماشاءالله دوست رفیق. نتیجه این که مامان و بابا دوتا بودش، بعد فامیل یه دونه بود،
دوست و رفیق 5 تا بود. بیشتر از همه دوست و رفیقم پر شد. بیشتر از همه دوست و رفیق بود و بعدیش هم فامیل بود. چه اتفاقایی میفته که دوست دارم با دوستان برم؟ چون بعد یه سنی من تو خیابون بودم، همش بیشتر با دوست و رفیقام هم. علاقه بیشتر همش داریم به دوست و رفیق و بیشتر با اینجورا، بیشتر با دوست و رفیق هستیم. خب چون احساس میکنم جاهای تفریحی با دوست و رفیق کلا بیشتر خوش میگذره. خب قطعا دلیلش اینه که بیشتر سلیقه‌ام با دوستام میخوره. قطعا دوستامو طوری انتخاب میکنم که تفریحامون و اینا یکی باشه. به این علت که حالم باشه خوبه دوست و رفیق بیشتر پر شه. کمه؟ نه، من رابطه خیلی گرمی با خانوادم دارم، برای همین ترجیح میدم مثلا بعضی جا رو با خانوادم باشم. شاید چون اونقدر که با دوست و رفیقام راحتیم و اونا راحت نیستیم. قطعا دلیلش اینه که اونقدر وقت نمی کنن، یا اگه وقت کنن هم جای خاصی نمیشه باشون رفت. به مکانهایی که مثلا در حد شأن خودشون ببینن میان، مثلا کافه نمیان با من. که یه سری حرفایی که رد و بدل میشه بین رفیقا چون بیشتر هم سن و سال همیم، حس میکنم که راحتتر اون حرفا رو میتونم به دوستان بزنم و اتفاقاتی که میفته در کنار خانواده یکم آدم معذب میشه. خب بالاخره با پدر مادر یه ادب و احترامی داره رعایت باید بکنیم، نمیتونی اونا رو زیر پا بذاری، یه خط قرمزایی دارن. ولی دوست و رفیق جلوی اینا راحتیم، نه اینکه بگم پدر مادر بده، ولی دوست و رفیق جلوی اینا راحتیم، خیلی بهتر میتونیم باهاشون کنار بیایم، باهاشون ارتباط برقرار کنیم. برای اینکه هر پدرم هم مادرم شاغلن، من زیاد نمیتونم تفریح با پدر مادرم داشته باشم و بیشتر با هم دیگه تو خونه دور هم میشینیم، واسه همین پدر مادرم هم اینقدر کم. بعضی جاها رفتنش با دوستا خب مناسبتر و بهتره، اونطور که دوست داری تقریبا پیش میره، ولی خب با خانواده یه سری محدودیت ها هستش دیگه. خوش میگذره باشون، یعنی اینطوری نیست که مشکلی داشته باشن، ولی خب وقتی با خانواده هم یکم محدودیت ها برام بیشتره. سلیقه‌مون فرق داره، شاید اونا سلیقه موسیقیشون مامان یکی نباشه، دوست نداشته باشن اون کنسرتی که من میخوام برم بیان. مثال تتلو آدم خوبیه، منم صداشو خیلی دوست دارم، طرفدارش هم هستم. بعضی از آهنگاش دوش فوش میده دیگه، درسته؟ تو اون آهنگا زشته با مادر پدر بری. به هر حال با دوست و رفیق بیشتر آبم توی جوب میره. نگاه کنید اینجوریه که میگن رفیق بشیم، خیلی دوست هم دارن رفیق باشیم و اما نمیشه. احساس میکنم مثلا دوست و رفیق درکشون بیشتره. پدر مادر مثلا تو اون دوران قدیم هنوز مونده، دنیامون با هم فرق میکنه. چرا دنیامون با هم دیگه فرق میکنه؟ خب این که خیلی معلومه، دنیامون به خاطر اینکه یک دههامون، دومش طرز فکریمون. حس میکنم شاید به خاطر اختلاف سنیمون با پدر مادرمون باشه که این اتفاق پیش میفته که با دوستامون راحت تریم. به خاطر این هم یه ذره تفاوت نظره، هم تفاوت علایقه. خب اینطوری که الان من اومدم بیرون قطعا با خانواده نمیتونم بیام بیرون، قطعا ازم میخوان که تیپ مناسب تری بزنم و نمیدونم کاری که در شأن خانواده است انجام بدم. و عقیدهشون فرق میکنه با ما، یعنی ما داریم تغییر میکنیم، اونا هنوز دارن به همون عقیده قبلشون زندگیشون رو سپری میکنن. خانواده ها میتونستن بروز بشن با بچه هاشون، اما بعضی از خانواده ها گفتن بروز میشیم، اما بازم همون طرز فکری قدیمی رو دارن. خب بعضی وقتا خب پیش میاد که خانواده خسته باشن و حوصله یه سری جاها رو نداشته باشن، برای همین پیش اومده که مثلا بهشون بگم بریم فلان جا، بگن نه خسته ایم. یه بار به خانواده هم گفتم بریم بیرون، نه من خستم، تازه از سر کار اومدم. خب منم همون جوری روزمره میگذره، یه جوری منم خسته میشم بالاخره. کنسرت رو خیلی دوست داشتم باهاشون برم، ولی هم طوری بودن که خب جای ما نیست، به ما خوش نمیگذره، و همین که موافق نبودن که کنسرت بخوایم بریم. برای اینکه مشکل حل بشه باید قبول کنم بعضی از چیزا رو. یکم خانواده‌ها بروزتر شن، یکم بچه‌ها رو بیشتر درک کنن، بتونن که تفریحاشون چطوره، با چیا بیشتر بهشون خوش میگذره. خانواده ها یه ذره باید رابطه هاشون رو باید با بچه هاشون درستر کنن. درستر یعنی که راحتتر باشون باشن. به نظرم ما هم باید یکم بیشتر رعایت کنیم دیگه. خب قطعا من وقتی میخوام با خانواده برم بیرون تصمیم میگیرم یه طوری مثلا لباس بپوشم، یه طوری رفتار کنم که اونا اوکی تر باشن. همش همیچی کار و
خونه و درآمد و اینام نیست. بعضی وقتا رابطه خیلی مهمتره. اگه نباشه اصلا کار اینا به درد نمیخوره.